یکی از فیلم‌های عجیبی که توی 12 کشور دنیا هم ممنوع اعلام شد. گلاسیا سلام، امروز می‌خوام در مورد کوین صحبت کنیم. فیلم وینیت تو تاک اباوت کوین، یا باید در مورد کوین صحبت کنیم، از اون فیلم‌های عجیب و غریبی که تو خیلی کشورها هم به خاطر روک بودن و صحنه‌های وحشتناکش ممنوع اعلام شد. این فیلم روانشناختیه و می‌خواد یه بحث مهمی رو بهتون یاد بده که آخر فیلم در موردش حرف می‌زنیم. قبل از شروع فیلم من یه درخواستی ازتون دارم. قبلا هم گفتم من عضو گروه جنرالز هستم و به تازگی آهنگ جدیدی به اسم پرواز رو پخش کردیم که امروز توی اینستاگرام و یوتیوب آپلود شد. پستش توی پیج اینستاگرام گلاسیا هم قرار گرفته. میتونید زیر این پست 3 نفر رو تگ بکنید و پیج جنرالز رو هم فالو داشته باشید. 15 دی ماه هم یه قرعه‌کشی چک میگیره که به 3 نفر هر کدوم قرار 1,000,000 تومان جایزه داده بشه. امیدوارم کارو انجام بدید، چون هم به دیده شدن آهنگ ما کمک میکنید، هم ممکنه برنده خوش شانسمون باشید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه صحنه میریم که انگار یه کابوسه. یه زنی هست که وسط کلی مرد داره دست به دست میشه و کلی هم گوجه له شده داره رو سر و کلهشون میریزه. یه دفعه این زن از خواب میپره. اسم زن ایواه و زندگی خیلی به هم ریخته ای هم داره. ایوا حالش خوب نیست و وقتی میره توی آشپزخونه یهو دختر خودش رو میبینه که سر میزه و میگه ماما منو بوسم کن. اما میبینیم که ایوا داره توهم میزنه و سرش رو توی سینک میکنه تا این توهم از سرش خارج بشه. متوجه میشیم توهمی که دید یه خاطره از گذشتهشه که دخترش سلیا توی آشپزخونه است و پسرش کوین هم به اونجا میاد و یه زندگی عادی انگار دارن. این فیلم مدلش همینطوریه، یه صحنه از گذشته نشون میده و یه صحنه هم از زمان حال. به زمان حال میایم و ایوا حاضر میشه تا برای پیدا کردن کار بره بیرون. متاسفانه میبینیم که خونهشون ترکیده و انگاری آدمهایی که توی این محل زندگی میکنن خیلی وقتا میان و به خونهشون آشغال پرت میکنن. مشخص اتفاق خیلی وحشتناکی توی این خونه افتاده و بقیه معتقدن که نفرین شده است. صحنه ای از گذشته میبینیم. ایوا تو محل کار قبلیشه و صدای آژیر پلیس و آتشنشانی و همه چیز شنیده میشه و اونم با نگرانی از محل کار بیرون میاد. به زمان حال برمیگردیم و ایوا برای مصاحبه کاریش به جایی میرسه. جالبه که همه مردم انگاری ازش متنفرن و خیلی هم شناخته شده است، ولی با این حال موفق میشه کارش رو تو این شرکت بگیره. بعدم که از شرکت میاد بیرون، یه زنی میبینتش و شروع میکنه به فوش دادن. یه رفعه یه میزنه تو گوشش و ایوا هم بدون اینکه عکس العملی نشون بده ازش دور میشه. برمیگردیم به گذشته. بعد اینکه ایوا از محل کارش بیرون میاد و صدای آژیرهای پلیس نگرانش کردن، به جایی میرسه که یه صحنه جرم فوق العاده وحشتناکه. همه هم نگرانن و ایوا هم با دیدن این صحنه خیلی بیشتر به هم میریزه. صحنه جرم رو نمیبینیم که چیه و به زمان حال برمیگردیم. ایوا سوار ماشینش میشه و به یه زندان بزرگ میره. برای ملاقات یه نفر دوباره میریم به گذشته. منتها این بار خیلی قبل‌تر، زمانی که ایوا پسرش کوین رو به دنیا آورد. وقتی که این بچه به دنیا میاد، ایوا خیلی عصبانی و اصلا هیچ علاقه‌ای نشون نمیده. اصلا عشق مادرانه شکل نگرفته و از تولد این بچه پشیمونه. البته که این حس دو طرفه است. یعنی وقتی که بچه چند ماهش میشه، هر بار تو بغل مادرش ایوا گریه میکنه، ولی تو بغل پدرش کاملا آرومه. انگار اونم علاقه به ایوا نشون نمیده. به زمان حال میایم. ایوا رفته به فروشگاهی تا خرید کنه و وقتی که اونجا چند نفر رو میبینه یه دفعه قایم میشه. خیلی ازشون میترسه. شونه تخم مرغی که خریده هم میشکنه، اما فقط برای اینکه اونجا فرار کنه پولشو میده و همونطوری به خونه میاد. در نهایت هم تخم مرغ شکسته رو همونطوری با پوست میخوره، چون خیلی گشنه‌شه. دوباره میریم به گذشته. کوین بزرگتر شده و همچنان رفتارهای عجیبی از خودش نشون میده. خیلی ساکته، خوشحالی و خنده نمیکنه و این از طرف مادرش هم همینطوریه. مادرش هم نمیتونه باهاش بازی کنه و انگار همچنان علاقه‌ای بهش نداره. بعدم که نگران میشه، یه بار بچه رو میبره پیش دکتر و دکترم میگه از لحاظ روانی مشکلی نداره، فقط انگاری با تو نمیخواد بازی کنه. مادر بیشتر تلاش میکنه و بالاخره موفق میشه با بچهش یکم بازی کنه، چیزی که خیلی باعث خوشحالیش میشه. به زمان حال میایم و میبینیم که دوباره یه سری همسایه ها اومدن و دارن به خونش آشغال پرت میکنن و روز بعدی میرسه و دوباره میبینیم که ایوا به زندان رفته تا یه نفر ملاقات کنه. وقتی که دم دره، یه مردی با ویلچر میاد سمتش و صداش میکنه. یه لحظه ایوا یادش میاد که توی گذشته و اون صحنه قتل عام وحشتناکی که دیده بود، این مردو داشتن میبردن بیمارستان. میریم به عقب‌تر. کوین حالا یه پسر نوجوان شده و یه بار میره به اتاق پدر و مادرش و اونا رو در حال رابطه نگاه میکنه.
این قضیه انگار یکم به همش میریزه و کم کم رفتارهای عجیب تری از خودش نشون میده. همچنان گوشه‌گیره، مخصوصا هم مادرش تنفر زیادی داره و بر دیدن این رابطه هم تنفرش بیشتر شده. تنفری که به شکل‌های مختلف نشون داده میشه. مثلا اتاق کار مادرش رو به شکل وحشتناکی نابود میکنه. بعدم جلوی پدرش میزنه زیر گریه و ادا مظلومه رو در میاره که باعث میشه مادر عصبانی تر بشه. یا هنوز توی خودش دستشویی میکنه و مادرش رو مجبور میکنه که بهش پوشک ببنده تا دوباره جلوی چشاش اون پوشک رو هم کثیف کنه. خلاصه که هر دوی اینا همدیگه متنفرن و هر لحظه بیشتر به هم نشونش میدن. یه بارم وسط دعواشون ایوا انقدر عصبانی میشه که کوین رو پرت میکنه یه گوشه و دستش رو میشکنه. اما جالبه که این بار کوین به پدرش دروغ میگه و نمیخواد که مادرش به در سر بیفته و نمیگه که اون دستش رو شکسته. خب هدفش از این کار خوب نیست، به خاطر اینکه میخواد مادرش اخاذی کنه و خیلی وقتا تهدیدش میکنه که اگه کاریو که میخوان انجام نده به پدرش حقیقت رو میگه. یه مدت بعدم ایوا باردار میشه. کوین دوست نداره که خواهر یا برادر جدید داشته باشه، اما خب مجبوره با قضیه کنار بیاد. و جالبه که کم کم با مادرش مهربون‌تر میشه و به خاطر رفتارهای گذشته‌اش ازش معذرت خواهی میکنه و انگار میخواد باهاش صمیمی‌تر شه. اما از طرفی با پدرش که همیشه باهاش صمیمی بوده رفتار بدتری داره نشون میده و حالا اون نفرتش رو داره به پدرش ابراز میکنه. یه لحظه به زمان حال میایم که دو نفر از کلیسا اومدن و در خونه ایوا رو میزنن. برای تبلیغ مذهبشون اومدن و میگن که میدونی بعد از مرگت به کجا قراره بری؟ ایوا با قاطعیت میگه میرم به جهنم، جایی که تعلق دارم بهش، جایی که لیاقتم همونه. باز میریم به گذشته. مدتی بعد از مهربون شدن کوین دوباره به رفتار قبلی خودش برمیگره و این دفعه بیشتر از قبل مادرش متنفره، مخصوصا وقتی که خواهر جدیدش به دنیا میاد. چند سال دیگه هم میگذره و کوین حالا داره به دبیرستان میره. رفتارش با خواهرش هم مثل مادرش خیلی بده، در حالی که خواهرش خیلی دوستش داره و همش باهاش مهربونه. یه بارم که ایوا داره خونه رو مرتب میکنه، یه دفعه به اتاق کوین میره و با تأسف اونو در حال خودشو داره چیز میکنه دیگه. در این حال میبینتش و کوین به مادرش زول میزنه، میخنده و بازم همون کارشو ادامه میده. بازم میایم به زمان حال. ایوا به یه مهمونی تو ادارش دعوت شده، یه مهمونی کریسمس. و وقتی همه دارن میرقصن، یکی از مردا گیر میده که بیا پیشم با هم برقصیم. ایوا رد میکنه و یهو مرده با عصبانیت میگه تو هیچی نیستی، من گذشته‌تو میدونم، و شروع میکنه به فحش دادن و یه دعوای خیلی بدی بینشون میشه. ایوا هم با خجالت سرشو میندازه پایین و میاد بیرون. یه دفعه توی خیابون مادر دختریو میبینه و بیاد خاطره‌ای تو گذشتش میفته، وقتی که با دخترش سلیا داشتن قدم میزدن. ایوا برخلاف کوین عاشق دخترش سلیا به خاطر اینکه اونم همونقدر دوستش داره و حس مادرانه‌ای که هیچ وقت با کوین تجربه نکرده بود و برای اولین بار داره حسش میکنه. یه روز دیگه هم میرسه تو گذشته که کوین با مادرش رفتن به گلف، ولی بارون میاد و مجبور میشن اونجا خارج شن. با هم دیگه شام میرن بیرون و ایوا داره همه تلاششو میکنه تا به هم دیگه علاقه بیشتری پیدا کنن. اما کوین باز شروع به دعوا و فحش دادن میکنه و میگه من میدونم ازم متنفری و منم ازت متنفرم. یه روز دیگه هم اتفاق عجیب تری میفته. ایوا لپتاپش رو روشن میکنه و یه رفعه صفحه های عجیب غریبی میانه، میفهمه که هک شده. کسی هم که هکش کرده اسمش رو مینویسه و پسرش کوینه. میره پیش پسرش و میگه چرا این کارو کردی؟ اصلا دلیلت چی بوده؟ کوینم میگه دلیلی نداره، اصلا هدفی نداشت این کار، دلم میخواست انجامش بدم. داریم میبینیم که چقدر کوین آدم روانیه و اصلا خیلی کارها رو بدون اینکه به هدفش فکر کنه انجام میده. این سال که کریسمس میرسه، پدر کوین براش یه دونه تیرکمون جایزه میخره که بعدا با هم دیگه برن شکار. برای دخترش هم یه دونه همستر میخره. مادرش یعنی ایوا خیلی عصبانی میشه که چرا برای کوین همین چیزی رو خریدی وقتی اینقدر رفتارهای بدی داره، ممکنه باهاش کارهای بدی انجام بده. اما پدر گوش نمیده و جایزه رو بهش میده. یکی دو روز بیشتر نمیگذره که همستر جدید دختر خانواده یهو گم میشه، هیچ کس هم نمیدونه کجاست. وقتی دختر از ایوا میپرسه همسترم چی شده، چرا برنمیگرده، مادر یه سری داستان سرهم میکنه که آره مثلا رفته جای کار داشته و اینجور حرفا، داره ظرفم میشوره و یه دفعه میبینه که همستر توی آشغال خورد کنه، آشپزخونه افتاده و تیکه تیکه شده. خب میدونیم که کی این کارو انجام داده، اما به دخترش حرفی نمیزنه. تو همین گذشته یه مدت بعد رو میبینیم. ایوا و همسرش رفتن به بیمارستان و انگاری اتفاق بدی برای دخترشون افتاده و آوردنش به یه چشم پزشکی، چون انگاری قراره یه دونه چشم مصنوعی براش بذارن. ایوا خیلی نابود شده و به پدر میگه همش تقصیر توه، اما اون جوابی نمیده. بعد از اتفاقی که برای دختر خانواده افتاده و دعوای ایوا و همسرش، حالا تصمیم گرفتن همدیگه جدا بشن. همش با هم بحث دارن و این داره خیلی روی کوین و سلیا هم تاثیر بد میذاره. میبینیم که یه بسته برای خونه میاد و کوین یه سری
قفل دوچرخه سفارش داده. به مادرش هم میگه اینا رو دارم توی مدرسه میفروشم و اونم قانع میشه. روز بعدیش میرسه و میبینیم که کوین رفته مدرسه و با این قفلا در خیلی از اتاقهای مدرسه رو میبنده تا هیچ کس نتونه از اونجا فرار بکنه. تیرکمونش هم با خودش برده و یه قتل عام وحشتناک راه میندازه. حالا میفهمیم اون قتل عام اول فیلم که ایوا رفته بود سرش برای چی بوده. وقتی که ایوا به اون صحنه جرم رسید، چند لحظه بعد آتش‌نشانی و پلیسا همه رسیده بودن و میخواستن قفل‌هایی که به در بسته شده رو باز کنن. همین لحظه هم کوین با لبخندی میاد بیرون و خیلی بیخیال وسط همه وامیسته، در حالی که همه دارن بهش فوش میدن و پلیسا هم دستگیرش میکنن. یه صحنه هم از کاری که کوین توی مدرسه انجام داد میبینیم. توی زنگ ورزش تمام درها رو که قفل کرد، تیرکمونش رو میکشه و شروع میکنه به تیراندازی سمت بچه‌ها مثل کسی که داره گوز شکار میکنه. همینطوری میزندشون و همشون رو به فنا میده. ایوا بعد اینکه میبینه پسرش توسط پلیس‌ها دستگیر میشه و چه اتفاق وحشتناکی افتاده، با نگرانی به خونه‌شون برمیگرده و میبینه اتفاقهای وحشتناکتری هم تو خونه خودش افتاده. پسر روانیش کوین جون پدر خانواده و خواهرش سلیا رو هم با همون تیرکمون گرفته. یه صحنه دیگه هم بعد از قتل عامی که کوین تو مدرسه انجام داد میبینیم. تعظیم میکنه و انگاری داره جلوی یه سن از تماشاچی ها این کارها رو انجام میده. میایم به زمان حال. حالا میفهمیم که ایوا هر بار میرفته به زندان میخواسته با پسرش کوین ملاقات کنه، پسری که حالا اینجا افتاده و قراره به زندان بزرگ سالها انتقال پیدا کنه چون بالاخره 18 سالش شده. مادر دوباره کوین میپرسه چرا اون کارو انجام دادی؟ چرا اون قتل عامو راه انداختی؟ کوین بازم میگه نمیدونم، دلم میخواست، هیچ دلیلی براش نداشتم. مادر که هنوز قانع نشده در آخر پسرش رو برای آخرین بار در آغوش میگیره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که منتقدها هم معتقدن، فیلم وینی تو تاک اباوت کوین میخواد در مورد یه بحثی صحبت کنه، اونم تأثیر رفتار دیگران در شکل‌گیری آینده ما. یعنی درسته که هر چقدر هم بقیه حرفی رو بهتون بزنن و کاری انجام بدن، در نهایت خود مایم که مسیر زندگیمون رو تعیین میکنیم، اما خیلی از این حرفها توی اون انتخاب ما تأثیر زیادی میذاره. ممکنه کسی به یه آدم روانی نگه که برو اون دختره رو بکش، اما ممکنه رفتارهای مادر یا خواهرش توی بچگیش اونقدر زننده باشه و اونقدر این طرف رو آزار بده که وقتی به یه سن زیادی میرسه تصمیم بگیره از زنها انتقام بگیره و بره اون کارو انجام بده. درسته که اونا مستقیم بهش نگفتن برو این کارو بکن، اما رفتارهاشون این تاثیر رو توی زندگیش داشته و باعث شدن که این تصمیمو بگیره. این فیلم در مورد همین میخواد صحبت بکنه. درسته که کوینو هیچ کسی نخواست به همین جایی برسونه، اما رفتارهای دیگران باعث شد که این کارو بکنه. خیلی از بیننده ها معتقدن کوین مقصر 100% کاره، ولی خیلی ها هستن که میگن مادر و پدرش هم تاثیر زیادی توی این قضیه داشتن. حالا ببینید که شما طرف کدوم یکی از این قضیه هایید. به نظرم هم خیلی درس قشنگی رو میخواد به آدم بده، چون ما واقعا بعضی وقتا مراقب رفتار خودمون نیستیم. یه حرفایی رو میزنیم که اصلا به فکر تأثیری که ممکن رو طرف بذاره نیستیم. ممکنه که یه حرف خیلی ساده‌ای باشه، برای ما اصلا عادی باشه، یه حرف خیلی روزمره است، اما همون حرف باعث بشه یه نفر شبش با گریه بخوابه، 10 سال بعد هنوز توی ذهنش باشه و در نهایت کارهایی رو انجام بده که تا ابد پشیمون بشه، فقط هم به خاطر شنیدن همون یه حرف. خلاصه که فیلمش رو گفتم، فیلم اذیت کننده است. اینطوری نیست که بخوام فلسفه زیادی رو ازش بگم، همه حرفا توی فیلم کاملا زده میشد. فقط خواستم که در این قضیهش خورده تاکید بکنم که مراقب رفتارمون باشیم. رفتارهای ما واقعا مهمه. و یه درس دیگه هم که باید ازش بگیریم اینه که تا جایی که میتونیم از دیگران تأثیر نگیریم. ممکنه که دیگران همچی کارهایی رو انجام داده باشن، ممکنه به همون حرفی که زدم مراقب رفتار خودشون نبوده باشن، اما این باعث نمیشه که ما بخوایم هر تصمیمی که دلمون میخواد انجام بدیم و به خاطر اونا توجیهش بکنیم. دیگه خب نیاز به گفتن نیست. یعنی تو هر چقدر هم بخوای دیگران مقصر بدونی، هی بخوای بگی فلان کس باعث این کارم شد، هیچ اتفاقی نمیفته. نه اون طرف قراره پشیمون بشه، حالا بعضیا شاید دلشون بسوزه بیا معذرت خواهی کنن، ولی خیلیا نه، اصلا عین خیالش هم نیستش طرف چه کاری انجام داده. برای همینم حالا تو هی به خودت بگو که آره اون باعث شد این کارو بکنم، اون باعث شده من نابود شم، من حالا میخوام برای انتقامش این کارو انجام بدم. هی این حرفا رو بزن، تو فقط داری خودتو نابود میکنی. با اینکه واقعا سخته و قطعا هم یه جاهای تاثیر خودشون رو نشون میدن، مثل همین کوینی که دیدیم آخرش چی شد، ولی تو باید همیشه بجنگی، همیشه باید مراقب خودت باشی که یه موقع به یه کوین تبدیل نشی، هر چقدر هم بقیه بد بودن و هر چقدر هم کارهای اشتباه انجام دادن. در نهایتش اتفاقی که میفته برای توه، نه برای دیگران.
حالا تو ازشون تأثیر بگیر، برو بدترین کارا رو انجام بده. این تویی که نابود میشی، این تویی که صدمش رو میبینی، این تویی که باید عذابش رو بکشی، نه اون طرف که حالا اصلا عین خیالش هم نیست به زندگی عادیش داره میرسه. آقا همین، خواستم یه خورده حرف کلی بزنم در مورد فیلم چون خیلی بحث مهمیه. بازم میگم حتما توی پست اینستاگرام جنرالز میوزیک زیر همون آخرین پستی که گفتم بدون کامنت بذارید، دو سه نفر رو تگ کنید، ممکنه برنده خوششانسمون شما بشید و امیدوارم اینطوری یک کمکی هم به دیده شدن کار ما بکنید. لایک کامنت ها بیارتون نره. روزتون دارم، مراقب خودتون باشید. روزتون هم گلسی.